در برنامه گذشته چهار هنرجوی باقی مانده برای رسیدن به فینال 1391 به تنهجای خود را با استرس و هیجان ارائه داد. واقعا این شو جای آدم های مثل توه، ولی همچنان شانس رسیدن به فینال تنها به سه نفر از اونها داده خواهد شد. هر کسی لیاقتش داشته باشه بره فینال. منم امیدوارم جز اونایی باشم که لایقش باشم. در برنامه امشب یک هنرجو از جمع ما جدا میشه و با هم میبینیم که کدوم سه هنرجو به فینال امسال راه پیدا میکنن. به برنامه اعلام نتایج خوش اومدید. سلام و درود به قسمت دیگه از آکادمی موسیقی گوگوش. خوش اومدین. حمایت همیشگی شما این هفته هم چشمگیر و بی‌نظیر بوده. این هفته 1,650,000 تا رای داشتیم. به افتخار شما. رای هایی که این هفته سرنوشت ساز خواهد بود. اما فراموش نکنید که بعد از این مرحله هنوز یک هفته حساسی رو پیش رو داریم. در برنامه چهارشنبه شب شاهد اجرای سه فینالیست آکادمی موسیقی گوگوش خواهیم بود. امشب هم مثل هفته گذشته مهمان بسیار عزیزی رو در برنامه خواهیم داشت و مثل همیشه در کنار من آقایان هومن خلدبری، بابک سعیدی و خانم گوگوش. اما در آغاز میریم سراغ گروه موسیقی کندو و هنرجویان آکادمی.
سپاس از هنرجویان و گروه موسیقی کندو با داشتن این همه دلواپسی، چرا که یکی از بچه‌ها از جمع ما جدا میشه. بریم بشنیم بچه‌ها چه حرفایی برای گفتن داشتن. دیگه ما الان رسیدیم به سمی فینال و معلومه که آدم یه طبقه هم میخواد بره بالاتر، یعنی فینال برسیم. من نمیخوام کسی رو کپی کنم، من میخوام خودم باشم، آهنگ خودم رو بخونم. بسیار عالی. واسه همین من نه ابی هستم نه خانم گوگوش هستم، بلکه اینا خودشون تک، منم میخوام تک بشم. باشه، بسیار عالی، بسیار منطق خوبی داری و انشالله که اینی که میگی بشه زد برسیم. واسه من خیلی مهم هستش آدم کسی رو تقلید نکنه، یعنی من سعی میکردم همیشه هر آهنگی که استادا به من میدادن من سعی میکنم همیشه خودم باشم، که منم تک باشم تو خوندنم. فارسی تا چند اندازه‌ایه؟ من فارسی، من تو آلمان بزرگ شدم، من دارم تازه فارسی داره. برای این جریان 20 شماره. هرچی بالاتر آدم میره فشار روی آدم زیادتر هست و فکر میکنم خیلی الان همه رفتن یه جوری تو خودشون که به اجرای خودشون دارم فکر میکنم. سمی فینال نزدیک عیدم هست، امیدوارم بچه‌ها دیگه بهترینشون رو اجرا کنن. آهنگای شهرام هم قراره بخونم. وقتی یه لحظه خوشی به سراغم نمیاد، تو میتونی غمم رو خاک کنی. من از اول که اومدم تو آکادمی شروع کردم که هر روز واقعا تلاش کنم زیاد درس بخونم که تا اینجا برسم. عصری بهتر از این خوب نمیدونم، به خاطر مردمه، به خاطر غمامو. من خیلی خیلی دوست دارم برسم فینال، بخاطر اینکه من واقعا انقدر تمرین کردم، انقدر تلاش کردم و دیگه الان میخوام دیگه بیام فینال که دیگه تا آخرش هم رسیده باشم و بتونم آخرین اجرام هم بکنم که بیننده ها خوششون بیاد و منم راضی باشم. گل توی گلدون، مثل اینکه اومدی که ببری کار داری. اولین هفته که رفتم رو استیج و آهنگمو خوندم شاید اونقدر خوب نبود، بس همینم خانم گوش اومدی گفتش که اومدی اول چی خیلی کار داری. اونم به خاطر این بود که دفعه اول من بود میرفتم رو استیج، خب استرسم خیلی زیاد بود، ولی از هفته دوم سعی کردم استرس رو کنترل کنم، تونستم کنترل کنم صدامو، تونستم نوتا رو کنترل کنم و بهتر خوندم. حالا این هفته آهنگ چون یکم ریتمی که دیگه نمیدونم تا حالا نداشتم همچین آهنگی. فقط گفتم ملودی عوض نشه. بله. دوست داری تحریر بدی تحریر بده، دوست داری هر کاری دوست داری بکن. اون جالبه که اونی که شما میخونی رو ببینم خوبه. بله. یا نه. دیدار واقعا شب پرم خیلی اتفاق جالبی بود. شاید هیچ کس تو آکادمی اصلا توقع اینو نداشت که آقای شپره یه روز بیاد آکادمی موسیقی گوش بخواد، حالا با ما کار کنه، تمرین کنه، آهنگای خودشونو برام بخونیم. من به شخصه ایشونو خیلی دوست دارم، آهنگاشون از بچگی همیشه گوش میکردم، همه جا بود همه گوش میکردم، ولی برای خوندن آهنگای ایشون هیچ موقع تمرین نکرده بودم. من از نظر نوتایی که شما میخونی اگه غیر مال من باشه هیچ ایرادی نمیبینم، اگه درست باشه و تو همون کردایی باشه که اینا میزنن، خب شما اونجوری بخوای بخونی قرار نیست که بشه من بخونی که دوست. یعنی آرزو داشتم یه آهنگ دیگه ای داشتم که بیشتر به سبکم بخوره، بتونم بهترین کارم انجام بدم برای رفتم به فینال. شهر غریبی با تو میشه موندنی شد، قصه یه هزار و یک شب میشه بود و خوندنی شد. بردن تو آکادمی موسیقی گوش امسال واسه من مثل هر کسی دیگه مهمه، ولی پیش خودم اگه برنده باشم خیلی مهمتره. هر کسی لیاقتش داشته باشه میره فینال دیگه. منم امیدوارم جز اونایی باشم که لایقش باشم برم فینال. تا گفتم که خاطر خاطر، تا گفتم که خاطر خاطرم، خاطر. آها، الان دیگه رسیدیم به مرحله نیمه نهایی، چهار نفر بشن نیستیم. خیلی خوشحالم، خب هنوز موندم توی این مسابقه. یه رو تو با دوز و کلک بداری بعدش میگی ببین تو چقدر ببخشید ولی دختر پدرسخودی هستی، داری اینجوری میکنی اینجوری میکنی، ولی بدون یه روزی میشه که تو جوری این مسئله است که من میبینم برنامه شما رو همین مشکل رو فقط شما بیشتر داری. واسه اولین بار بود که با آقای شپره تمرین داشتیم سر صحنه، بعد خب
یه خورده سخته دیگه چون خودشون این آهنگو خوندن، باید دقت کنی هیچ اشتباه نکنی. شما هم جایی لازم داری که دو صدا ولاش تحریم میداری که بسیار هم قشنگ بود، مشکلی نداره. فقط شروعش که کردی یه جورایی بعض وقتا یه ذره نوت میری بیرون میای تو. من اول با این آهنگ یه خورده نمیتونستم ارتباط برقرار کنم. آهنگ خوبه ولی چرا نمیتونم ارتباط باش برقرار کنم نمیدونم چرا. اون به قول خودم اونقدری که من با احساسم اون حس رو نمیتونستم رو آهنگ پیاده کنم. تنها تو رو دیدم اینجوری نمیخوندی الان داری درست کنم به تحریر نمیدادی یه جوره موجشی طوری که آقای سعیدی میگن به یه نقطه فقط فکر میکنم و با مردم زیاد ارتباط برقرار نمیکنم. خب باید یه خود روش کار کنم چون خیلی مهمه. دارم صدا گرم میکنم و آبجوش میخورم و یه خورده ریلکس کنم خودم و اعتماد به نفسم رو برگردونم. تا گفتم که خاطر خاطم من از سرت وا کردی با من چه کارا کردی این اجا منو میرسونه فکر کنم به خودم. نیست که فقط ما دوتا مونده. آره دیگه خودمون دوتا فقط مونده. در ضمن من باید بگیم پرچم آلمانی هم بالایه دیگه. ما دوتا آلمان زندگی میکنیم دیگه، دوتا دختر آلمانی و آلمان ایرانی اینجا هستیم. من فکر میکنم از روز اولی که وارد اینجا شدم تا حالا خیلی پیشرفت کردم و این پیشرفت رو خودم احساس میکنم، نه تنها خودم، خانوادم هم یا دوستانی که قبلا صدامو شنیدن رو هم این نظر رو دارن و کلن میتونم بگم واقعا برای من مفید بود این مدت. جای تحریر داره آهنگا، من توش نیستم زیاد، نه بلدم نه اینکه هیچ دلم میخواد کار کنم، ولی شما جایی تحریر میدادین که فکر میکنم مناسب بود و نوتای قشنگی هم برای تحریرش استفاده میکنید. من اولین بار که آقای شب‌پره رو دیدم واقعا خیلی هیجان زده شدم، خیلی ازشون خوشم اومد به خاطر اینکه واقعا یک شخصیت مهربان و متواضعی داشتن و همین که باشون خوندم به من یه آرامش خیلی زیادی داد و خیلی به من کمک کرد که بتونم شعر رو بهتر اجرا کنم. ارمیا خانوم والا دفعه سوم خیلی بهتر خون، فقط تفلکی یه جوری که وقتی راه میره نمیتونه بخونه، مخصوصا پله که میاد پایین تاثیر میذاره و همین دیگه. فقط میدونی این آهنگا باید حالتاش احساساش رعایت بشه دیگه که به دل بشینه حالا هر کی، ولی خیلی در مجموع خیلی خوب. من فکر میکنم برای فینال الان باید تلاشمو خیلی بیشتر بکنم و با اجرای امشب تصمیم گیری نهایی انجام میشه و مردم تصمیم میگیرن که من باشم در نیمه نهایی یا نباشم. بین حرفای صدا دو دو زد اوی گلا دو حتما مردم روشون تاثیر میذاره، آدم زنده. اینا عصر رو به نظرم عصر هر چهارش رو بهتر خوندن. خب منم مثل همه بچه ها دوست دارم توی این مسابقه موفق باشم، برنده باشم و برای اینکه به فینال برسم باید اعتماد به نفسم رو بیشتر کنم، به خودم بیشتر باور داشته باشم و راحت صدامو آزاد کنم و فکر میکنم فقط اعتماد به نفس و آرامش هست که به من کمک میکنه تا بتونم موفق باشم. به همه تو تبریک میگم، سال نورم به همه تو تبریک میگم، آرزو میکنم همیشه سلامت باشید و هرگز محتاج کسی نشید. در کنار خانواده مجید و امیر حسین هستم. میگم بزرگتر اول باید شروع کنیم. مادر مجید چه حسی دارین اینکه مجید رو در این مرحله نیمه نهایی میبینیم و بعد یه قدم مونده تا فینال؟ بله خیلی حس عالیه دارم، خیلی خوشحالم که به مرحله نیمه نهایی پیش اومده، حس خیلی خوبی دارم، خدا رو شکر عالی تا به الان خیلی عالی بودش. تحول رو درش دیدین، پیشرفت درش دیدین؟ خیلی پیشرفت، خیلی عالی، خیلی خوب، خدا رو شکر میکنم، خیلی پیشرفت خوبی داشت تا الان. متشکرم، مرسی که همچنان میان حمایتش میکنی. مرسی بخشیم دیگه. نه خیلی که مجید رو حمایت کردن تا به الان، خیلی خیلی هم تشکر. متشکرم، مرسی. خب بریم سراغ خواهر امیر حسین، درسته؟ بله. خب در صدا و کلن اجرا امیر حسین چه فرقی رو میبینید اصلا از روزی که اومده؟ حتما بله. امیر حسین چند اندازه بوده؟ خودش خیلی تلاش میکنه و با کمک استادان موسیقی عزیز ایران واقعا روز به روز ما پیشرفتش رو دیدیم و باعث افتخاره برای من، خانوادم و تمام دوستدارانمون در ایران و خارج از ایران.
چقدر جالب شد آهنگ صحبت کردن تو این امیر حسینه. برادرم دیگه. خیلی جالب. مرسی. متشکرم. در قسمت بعدی مهمانی ویژه این هفته به روی صحنه میاد. خیلی زود برمیگردیم. به دومین قسمت برنامه خوش اومدین. برنامه‌ای که داره مشخص میشه کدوم سه هنرجو به فینال آکادمی امسال راه پیدا میکنن و اما مثلثی که زحمت زیادی برای هنرجویان کشیدن. عمان خلبری، باباک سعیدی و خانم گوگوش. با خانم گوگوش شروع میکنم. اول سلام و شب بخیر طبیعتا. سلام و وقت بخیر. وقت بخیر. هر آن کس که برنامه ما رو میبینه، امیدوارم هر جا که هستید خوب و خوش و سلامت باشید و در تدارک عید نوروز. سپاس. خانم گوش، از اجرای چهارشنبه شب تا چند روز راضی بودید؟ من هر چهار اجرا رو از بچه ها دوست داشتم. آنچنان اشکالی تو اجراهاشون ندیدم. فکر میکنم خوب بودن. خوب بودن. بیننده هامون هم دوست داشتن. راضی بودن فکر میکنم. با تعداد رأی که داشتیم طبیعتاً. بله. میشه این حد سوزن. متشکر خانم گوش. هومن جان، بچه ها آماده هستن برای فینال؟ میدونم باشه زیاد تمرین کردید. بچه ها برای فینال بله. دست کم سه تا. کارهایی که بله اون سه تا عزیزی که البته همشون عزیزن ولی سه تا دوستی که قراره بمونن کارهای سختی در پیش دارن برای اجرا، نمیگم که چیه ولی تدارکات زیادی دیدیم، تدارکات زیادی دیدیم و منتظرم، خودم هم خیلی انتظار دارم ببینم کی هست میشه متاسفانه، ولی خب برای اون ستایی که میمونن خیلی کار داریم، خیلی کار داریم. سپاس بابک جان. اگه برگردیم به عقب، 14 تا بودن و اگر اون روز میتونستی اسمایی که فکر میکردی در مرحله نیمه نهایی میبینی رو روی کاغذ بنویسی، چند تاشون رو روی کاغذ یا رو صحنه میدیدیم امروز؟ شاید خیلی دور از این بود که امروز میبینم. خیلی دور نه، ولی درست نمیتونستم مطمئنم حدس بزنم. یعنی دو سال گذشته هم همیشه اینطور بوده. یعنی هر سال اینطور بوده. هر سال اینطور بوده. چون با خودت که حرف میزنیم همیشه میگیم مثلا تو چی فکر میکنی، من چی فکر میکنم، همیشه هم اشتباه در میاد. همیشه. یعنی هیچ وقت یه بارم درست در نیامده. و امسال هم دور بود، دور بود. از اینکه الان میبینم دور بود. چقدر واقعا با رأی مردم همخونی داشتی؟ درصد نه، حد زدنش خیلی همیشه سخته. نه رأی واقعا تا لحظه آخر که معلوم نیست. خود من الان یه دونه چلو کباب با آقا باختم. چند هفته پیش بود؟ نمیدونم، خود همین امین که بابک میگه واقعا خیلی، ولی تا لحظه آخر که آرا یعنی بسته میشه خط و این چیزا هیچی واقعا معلوم نیست. اینه که مثلا یه کسی هم اسم من میبازه دیگه. دقیقاً اینکه مثلا میبره ولی خب هیچ نصیبش نمیشه. خیلی متشکرم، مرسی. وقت اون رسیده که برنده غایب این هفته رو اعلام کنیم. برنده‌ای که در فینال امسال با برنده‌های سابق یا بهتر بگم هفته‌های گذشته رقابت خواهد کرد. آخرین فینالیست غایب ما اسمش ایمان از جزیره کیش. تنها قربت تمام
ایمان از کیش، خانم گوش. ایمان جان، به تبریک میگم. امیدوارم تو زندگی توی پیگیری خوانندگیت موفق باشی انشالله، و خیلی متاسفم که نشد از صداهای زیبای غایب دیگه استفاده بکنیم و نشونشون بدیم. متشکر خاموش، مرسی. و اما لحظه‌ای که منتظرش بودید، مهمان ویژه این هفته، هنرمندی است که صداش به موندگاری خاطرات گیتار و موسیقی و دریاست. فرامرز اصلانی. همه کسم تو، هر هوسم تو، هم نفسم تو، بال و پرم تو، هم سفرم تو، بیش و بسم تو. گرمی خانه، شور ترانه، متن غزل تو، شعر و سرودم بود و نبودم، قند و عسل تو، نغمه سازم، محرم رازم از روزه ازل تو، نغمه سازم، محرم رازم از روز ازل تو. تو خاموشم، با که بجوشم، جفت تنم تو، خسته و عریان پیش غریبان، پیرهنم تو، بی تو خاموشم، با که بجوشم، جفت تنم تو، خسته و عریان پیش غریبان، پیرهنم تو، گرمی خانه، شور ترانه،
متن غزل تو، شعر و سرودم بود و نبودم، قند و قند و عسل تو، نغمه سازم محرم رازم از روز ازل تو، نغمه سازم محرم رازم از روز ازل تو. اول مطمئنن بینندگان و شنوندگان کنجکاون بدونن، چون این ترانه رو دست کم من یکی نشنیده بودم. کار تازه ایست هست میزن؟ این کار تازه است. اینو من خواستم پیشکش بکنم و چون نوروز هم نزدیک هست فکر میکنم تازه کیا میاد پیشکش بکنم به تمام بینندگان شما، به تمام ایرانیان و به تمام کسانی که این برنامه رو نگاه میکنن و میدونم که خیلی طرفدار داره این برنامه و خب این هدیه من هست از راه دور به کسانی که دور و نزدیک است. بدون سپاس. آقای حسنی، قبل از اینکه شما شروع کنید یه تیکه پخش شد تصاویر مختلف. شما با یه دختر خانم داشتین می‌رقصیدین؟ ندیدم. من ندیدم. شما ندیدین. ما دیدیم. آره. اصلاً ندیدن به کل. اصلاً ندیدن. خب پس خانم گوش لطفاً اگه میشه شما سورپرایز رو لو بدین. سال 1345. درست. بهمن. بهمن ماه. درست. دعوت داشتی به تولد من. درسته. و با هم یه راکن رول رقصیدیم. و ما اون رو دیدیم، شما ندیدیم. شوخی میکنیم. الان نشون دادن. عجب. نه واقعا این سورپرایز بود. بله. یعنی حتی فکرشو نمی کردم. بله. حقیقتا فکرشو نمی کردم. میدونستم. چون خودم هم نمیدونستم. من تازه به دستم رسیده این فیلم. عجب. خیلی چیز عجیبه. میخوام الان بتونشون بدم. خیلی خوشحال میشم. بله. هم شدیم فکر میکنم خوش چهار تا بادکنک بردیم. یادتونه؟ تو سالن نپتون. الان دیگه یادم افتاد. سالن نپتون موتل بود. آره نه، این تو سالن نپتون نبود. نه نه. نه نه. تولد من بود تو پارک جوجه کبابی ونک بود. ونک بود. ولی اون بادکنک ها رو تو نپتون موتل بود. بادکنک تو نپتون برنده شد. بله. برنده چهار تا بادکنک. من اون میتونه از این کارا میتونه سبب بشه. باریک. چه جایزه ولی حقیقتا این بهترین هدیه‌ای بود که میتونستم بگیرم و حقیقتا سورپرایز که اصلا نمیشه گفت اسمش رو گذاشتم. عیدت مبارک. خیلی همینطور برای شما و خیلی متشکرم از همه. یا آخری سال دیگه ازتون نمی کنم، هفته آینده بچه ها کارهای شما رو انجام می کنن، قراره که باشون تمرین کنیم. چه حسی دارید الان؟ چون کم و بیش با صداشون آشنا هستم. اینو شنیدم و خب کم و بیش با صداشون آشنا هستم. خیلی خوشحالم که آهنگای منو تصمیم گرفتم بخونم. خب این نشون میده که هم به من علاقه دارن هم به آهنگای من. طبعا. و امیدوار هستم که بتونیم با هم دیگه یک چارچوب خوبی درست بکنیم با این آهنگ ها و با بچه ها که حتما استعدادشو دارن و خب به خوبی پیش خواهند رفت و براشون آرزوی موفقیت میکنم. متشکرم. مرسی. در فینال چهارشنبه شب هنرجان دو ترانه اجرا میکنن که یکی از اونها هم تو گفتیم یکی از کارهای آقای اصلانی است و ایشون با خانم گوش و طبیعتاً همان خلدبری با بکی سعیدی بچه‌ها تمرین خواهند داشت. از ترانه‌ای که در طول آکادمی اجرا شده در طول این 3 سال هم حق انتخاب دارن، چه از سال گذشته چه سال پیشین. یه دنیا سپاس آقای اصلانی. مرسی بار دیگر. بازم شما دیدم. خیلی زود باز با شما عزیزان خواهیم بود. مرسی.
رسیدیم مرحله سخت برنامه. هنرجویان منتظر اینجا ایستادن تا ببینن امشب کدومشون به خونه بر میگرده. ازتون خواهش میکنم که بیاین اینجا و در کنار من بایستید. اما قبل از اینکه نتیجه رو اعلام کنیم، بریم و به اجرای چهارشنبه شب بچه ها نگاهی بندازیم. ای خالق هر قصه من، این من و این تو، بر ساز دلم زخمه بزن، این من و این تو. هر لحظه جدا از تو برام، ماه و سالی با هر نفسم داد میزنم، جای تو خالی. من فکر میکنم معین خیلی خوشش میاد وقتی ببینه این ترانه دو صدایی اجرا شده. خوب بود آقا، خوب بود خانم. به خدا نه به شوخی آدم خستگیش هم در میره، ولی نه من مطمئنم منم بیام اونجا بخونم همین. چرا نه؟ به شکل ناب عشق که از خواب اومده، سکوت لحظه‌هاش. به نظرم میاد ریتم این آهنگ برای صحنه، فکر میکنم برای شما یه ذره یواش. شاید من شخصا دوست داشتم یه ذره بیشتر خوندنتون رو با ارنجمنت تنظیم کنین، ولی رو هم رفته خوب. یه روز تو با دوز و کنک به قلب من زدی زنک، به دودنای غم کمک با خواستنا یکم کمک، فتنه تو کارم کردی. من به عمرم ندیده بودم کسی این ترانه رو به جز خودش بتونه بخونه. برابو. باری کرد. منو بیقرارم کردی. اول ریت خوندی و ساده، اون دفعه دومی که تکرار شد تغییر زدی، خیلی به چشم اومد. همیشه زندگی به ساز آدم نمیرخصه، یه موقع هایی هم مجبوره که یه چیزایی این تیپی بخون. اولاش درکش نمیکنم، الان خیلی درکش کردم. بله. دیگه بیدار نمیشه برای من، جای هیچ حرفی نذاشت، خیلی خوب اجرا کردی. خیلی با حس بود، خیلی زیبا بود، تحریرا به جا بود و واقعا به دلم نشست. بعد جا میبینم یه تحریری زدیم مثل همین ایران ایران ایران، یه حالت ترشی داشتی، اینا داره مخصوص به خودت میشه. هر شهر غریبی با تو میشه موندنی شد. دوست داشتم که توانتو گذاشتیم، میدونم میدونم زیاد نشده بودیم. ملودی هم که خب اکثر اینا ملودی هم مال خود شهرامه که فقط هم برای صدای خودش میسازه، برای همین تو اجرا مشکل پیدا میکنی. میشه شاد قصه پارو یه گدای پاپتی کم. خوب بود، واقعا خوب بود. دیدی که تمرین ها چجوری بود که هی آدم دو سر خودش میزد، میگفت گودم اگه اشتباه کنی یا خودم میام خفت میکنم. اما افسوس نمیذاره سر نوش. تو میتونی غمم رو خواه کنی، گناه های خیسم رو پاک کنی. اکت تو خیلی دوست دارم موقع خوندنه، ایمپرووایز صدا تو خیلی دوست دارم. بهترین اجرا تو این سری بود و یکی از بهترین اجراهایی که تو شو بوده. واقعا این شو جای آدمای مثل توه. خیلی خوب بود خانم، براو، خوشحالم از پسش بر اومدی، به گل نشست، خیلی خوشحالم. خب خانم گوگوش، میخوام یه سوال ازتون بکنم راجع به ارمیا. میخوام بپرسم از روز آزمون تا شب اجرا چطور بود؟ به نظر من از نظر ریتم و اعتماد به نفس در خوندن اصلا قابل مقایسه نیست با روز اول و حس میکنم که خودش پی برده به این ماجرا که چقدر باید سوار بر خودش و صداش و خوندنش باشه. به تبریک میگم. سپاس. مامان جان.
از بین آقایون مجید و امیر حسین فکر میکنی کدومشون شانسشون بیشتر برای رسیدن به فینال؟ رها جان، من همونطور که دفعه پیش ساعت یکی دو بار پیش بود که بود گفتم برای من اصلا هیچ کدومشون با هم دیگه هیچ فرقی ندارن. من برای همشون یک اندازه انرژی گذاشتم، خودشون هم شاهد هستن، برای همشون یک اندازه وقت گذاشتم و دلم میخواد همشون با دست پر یک اندازه از این خونه برن بیرون. حالا به هر حال رأی مردمه، ما احترام میذاریم به رأی مردم، اینجاش دیگه دست من نیست. خب طبیعتاً حد زدید که سه نفرتون به فینال برنامه راه پیدا میکنید، یکیتون اما نه. اولین هنرجویی که در هفته آینده با ما خواهد بود و ترانش رو اجرا میکنه ارمیاس. دومین هنرجو که به فینال برنامه راه پیدا میکنه اسمش نداست. با این حساب فقط یکی از آقایون در فینال خواهد بود. امیر حسین، تا حالا از شهرام شهپره نخونده بودی، چقدر سخت بود برات؟ خب خیلی سخت بود. منم انقدر شاید خوششانس نبودم که آهنگی بهم داده بشه که بتونم جای صدای خودم باشه مثل بچه دیگه، ولی خب به هر حال سعیمو کردم. شاید این سبک رو نخواهم ادامه بدم، حتی اگر امروز برم بیرون قاعدتاً و حتماً این سبک رو ادامه نخواهم داد، چون سبک من نیست. مجید، ترانه نفسگیری بود، فتنه، نظرت چی الان؟ اول که باز همونطور که گفتم آهنگ رو درکش نمی‌کردم اول. من گفتم آخه چجوری بتونم اینو بخونم، من که اینقدر احساس می‌ذارم تو آهنگام. و بعد اینکه خوندم بعدش خیلی خوشحال شدم، چون خودم رو نگاه کردم دیدم واقعا به کاراکتری که خودم دارم میاد، به استایلی، با اون لبخندم بله میاد. و حتما اگر اوت شدم دنبال میکنم فتنه رو بازکنی میکنم، فتنه رو دنبال میکنم. بسیار عالی. خب یکیتون به خانه برمیگرده، یکیتون اما هفته آینده در فینال با ما خواهد بود و روی این صحنه خواهد خوند. و هنرجویی که به خانه برمیگرده اسمش امیر حسین. برو خوبه تو خواهد برو بیا نزید نه بیا. خاطرات زیادی با هم داریم. نگاه میکنم. امیر حسین صدای خیلی خوبی داره و وقتی میخونه من احساس میکنم درک میکنه داره چی کار میکنه. شاد و پرامی امیر حسین یه جوری مثل برادرم شده، واقعا یک دوست خیلی خوبی شد واسم و پسر واقعا خوب و با شخصیت هست. خیلی خوشحال شدم از همه چی، واسم مهمتر آشنایی با تک تک بچه‌ها بوده. امیر حسین پسر خیلی با استعدادیه و خیلی با ذوقه و دوست داره که همیشه کارهای جدید انجام بده، حتی توی استایل و سبک لباس پوشیدنش هم همین فکر رو داره. این دستمالاست که اینجا میاد تو جیب، من خیلی این چیزا رو دوست دارم، خودم دیزاین کردن لباس دوست دارم که متفاوت باشه، فکر می‌کنم هستم. با درودی دیگر دوستان عزیز، امشب خیلی خوب بود، خیلی حال کردیم، خیلی هم گرم بود. یک سری خاطرات قشنگ خودم می‌برم که یه بار فقط تو زندگی تکرار میشه. هنوز مثلا یک مثلا شوک میمونه. من فکر می‌کنم یه دریمه، فکر می‌کنم یه رویاست واقعا. یه سری تجربیات جالب که تو این دوره کوتاه تونستم به دست بیارم. قیافتم جون میده برای این کارا. کار کردم با آقای خلدبری خیلی واسم ارزش داشت. کجا داری حساب می‌کنی؟ به خانم گوگوش، بابا بک. خیلی باید مواظب باشی، دیر شروع نکنی، زود شروع نکنی. تونستم جای صدای خودم پیدا کنم، تونستم واقعا خوانندگی رو به اون نحوی که فکر میکردم دنبال کنم، یعنی یه شروع جالبی بود برام. دیگه نوبتم شد.
دیگه نوبتمه. یا حق. گل توی گلدون با سوباره داره میمیره، منو ببخش. من بهترین اجرای امشب و الان دیدم. شب با تابوت سیاه. ما حسه رو داری پیدا میکنی. امشب حس عالی بود. نست برگم نست جنگل. انرژی خوب خودتو به من داد. یه چیزی معمولا باید اتفاق بیفته و این اتفاق نیفتاد. توی هر شهر غریبی با تو میشه موندنی شد. دوستشم که توانتو گذاشتی. میدونم زیاد نشده بودیم. خوب بود. واقعا خوب بود. خیلی خوب بود. خیلی گرم بود. میشه زده. بله اصلا دیگه. میشه شم زده. ای وای من. باد زیاد میاد تو لندن. باد بود. امیدوارم سوس نمیذار و سر نبشت. میشه رو نوید میزدید، تل اسم رو میکنم میشه از شیفون. خانم گوش. امیر حسین عزیز، مهم نیست که توی فینال با ما نیستی، مهم این هست که تا اینجا با ما بودی. من از روزی که ترانه از بنان رو اجرا کردی، انتخاب کردی برای اجرا، بسیار پسندیدم و نوع اجرات، اون سبک و سیاقی که میخونی که کمی سنتیه، امیدوارم که همیشه پیگیر باشی و موفق باشی در همه زمینه ها. ممنونم. مرسی. سپاس. مرسی خانوش. مرسی هومن جان. خب معمولا اینجور صحبت کردن های خوبی نیست. من شاگرد خوبی رو از دست دادم. آقا شما شاگرد بسیار خوبی بودی، شخصا دارم مجددن میگم، و ناراحتم از این که رفتی. اگر یه دونه رأی اضافی بود طبق معمول که ما صحبتشو میکنیم باشه اینا، شاید من این رأی اضافی رو امشب به شما میدادم 100%. ولی دستم خالیه، هیچ کاری نمیتونم بکنم در مقابل رأی مردم. فقط خیلی خوشحالم از آشناییتون. میدونم که میخوای ادامه بدی در کنار کار اصلیت. مطمئنن همراهت خواهم بود آقا، کمکت هم خواهم کرد. امیدوارم که چیزای خوب ببینیم و زندگی بهت همیشه لبخند بزنی. لطفا. مرسی. بابک امیر جون، به نظرم به این استیج اینجا رسیدن، به این محل رسیدن با بردن به نظر من فرقی نمی‌کنه. یک هفته دیگه بیشتر نمونده. از اینجا به بعد هر کدوم بچه‌ها برن بیرون، من واقعا سورپرایز نخواهم شد. چون تا اینجا که اومدید خودت و همه، خب مطمئنم ببین چقدر طرفدار داشتین که رسیدی به اینجا. نظر شخصی من همیشه تو شو گفتم، الانم ایت که نشون داد، صداتو میدونی دوست دارم. از نظرم خواننده توانایی هستی و توانایی موفق شدن رو داری مطمئنا. خیلی خوشحال بودم که اینجا بودی و آرزوی موفقیت. مرسی بابک جان. سپاس. اول می‌خواستم از خانم گوش تشکر کنم که به هر حال با آبروشون این آکادمی اینجوری که هست نگه داشتن، امیدوارم همینجوری بمونه. از بابک تشکر می‌کنم، کمک‌هایی که کرد. ولی خب از آقای خلدبری خیلی، یعنی آقای خلدبری که بگم استاد خلدبری، واسه اینکه اولین استاد من تو آواز ایشون بودن، خب خیلی واسم اهمیت داشت با آقای خلدبری کار کردن، واسه اینکه من همیشه کارهای ایشون رو دنبال می‌کردم قبل از اینکه بیام این آکادمی. آقای خلدبری خیلی ممنون از تمام کمک‌هایی که کردین. شاید بتونم بگم تو این آکادمی یا تو این تلویزیون بیشتر از هر کسی دیگه من مدیون آقای خلدبری هستم. از خانواده عزیزم خواهم تشکر کنم که اگر بدون اونا من شاید تا اینجا هم نمی اومدم، یا اولین قدم رو بر نمی داشتم، چه برسه تا اینجا. و از بچه هم تشکر میکنم. امیدوارم که تو فینال دیگه بهتره کنین دو بوله ندا. امیدواریم در آینده هم چهرت رو ببینم، هم صدا تو بشنم. مرسی. حتما. یه کار دیگه باقی مونده ولی. می‌خواستی مازیار بخونی نشد، می‌خواستی فروغی بخونی نشد، داریوش نشد، ولی یه شب پره هنوز بده کاری.
این شما اینم امیر حسین. توی هر شهر غریبی با تو میشه موندنی شد، قصه یه هزار و یک شب میشه بود و خوندنی شد، مشق عشقای قدیم و با تو میشه خط خطی کرد، میشه شاه قصه ها رو یه گدای پاپتی کرد. شهر غریبی با تو میشه موندنی شد، قصه یه هزار و یک شب میشه بود و موندنی شد، مشق عشقای قدیم و با تو میشه خط خطی کرد، میشه شاه قصه ها رو یه گدای بابتی کرد. با تو هر جهنمی میشه بهش، با تو میشه صد هزار قصه نوشت، با تو میشه خونه کرد تو شهرش، اما افسوس نمیذاره سرنوشت. با تو میشه زنده شد عمر تو، هر جهنمی میشه بهش، با تو میشه صد هزار قصه نوشت، با تو میشه خونه کرد تو شهرش، اما افسوس نمیذاره سرنوشت. تو هر جهنمی میشه بهش، با تو میشه صد هزار قصه نوشت، با تو میشه خونه کرد تو شهرش، اما افسوس نمیذاره سرنوشت. امیر حسین هم از جمع ما جدا شد. هفته آینده در فینال برنامه هر کدوم از هنرجوها دو ترانه اجرا میکنند. کانال رو عوض نکنید، سالومه خیلی زود با شما خواهد بود. تا چهارشنبه شب آینده و تا فینال 1391 بدرود. برای دیدن عکس‌ها و ویدیوی هنرجویان آکادمی موسیقی گوگوش به وبسایت رسمی شبکه منوتو یک و همینطور صفحه فیسبوک آکادمی حتما لطفا مراجعه کنید.